حالا همونطور که توی درس قبلی با هم دیدیم، این ترانزیشن ها، جنریتور ها، تایتل ها، اینا رو شما میتونید توی فانال کات بیارید. و یه مزیت خیلی 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 بزرگی که داره اینه که خیلی از فیلترها یا خیلی چیزا توی موشن هست که توی فانال کات نیست. به طور مثال اینجا الان با هم میتونیم ببینیم، من توی افکت هام توی این فولدر امیر یه لایت ریز دارم، یه لنز فلر دارم و یه گلوم که اینا جزو فیلترهای فاینال کات نیستن و من اینا رو از توی موشن آوردم اینجا. همونطور که شما دیدید و حالا احتمالا الان میتونید حس بزنید اینجا، خب شما میتونید بیاید یه فیلتر یا یه افکت اصطلاحا درست بکنید. من اوپن رو میزنم و حالا اینجا من اگه بیام توی لایبرری هر کدوم از این فیلترها رو بخوام میتونم اضافه بکنم اینجا. یعنی خیلی از چیزایی که توی موشن هست و احتمالا به خاطر اینکه دیگه فانال کات خیلی دست و پاگیر نشه و دیگه این لیستایی که شما اینجا دارین یه چیز خیلی عریض و طویلی نباشه، اینا رو خودشون به صورت پیش‌فرض اضافه نکردن، شما اگر نیازتون بشه میتونید اینجا خیلی راحت اضافه بکنید. به طور مثال شما اینجا کلی رپلیکیتور دارید که حالا مثلا یه سریش این بک‌گراند است که اگه خواستید توی کار استفاده بکنید، یه سریش این ترانزیشنال یا همون چیزاییه که به فرمت ترانزیشن خیلی میخوره، یه سری چیزای میسلانیوس یا چیزای مختلف هستش که شما میتونید توی فانال کات استفاده بکنید، پارتیکل هست، جنریتور هست. یعنی اینا هر کدومشون شما بخواید، حالا چه فیلتر، چه جنریتور، چه پارتیکل، چه رپلیکیتور، چه شیپ، اینا رو تمامش رو میتونید عیناً توی فانال کات استفاده بکنید. به طور مثال من اینجا توی فانال کات الان توی آلات جنریتور هم یه چیزی دارم به اسم گرید جنریتور که خودم با همین روش درست کردم و این یه گرید روی صفحه اضافه میکنه برای کار موشن گرافیک. چیز بسیار بسیار مناسبیه چون شما میتونید میزوم بکنید همه موشن گرافیکاتون رو حالا توی کارهایی که دارید و اینجا خب خیلی راحت میشه. حالا مثلا چه میدونم این قطر خطوط رو عوض کرد، فدرشون رو زیاد کرد یا حالا هر امکانات دیگه که خودم اونجا توی موشن گفتم آقا اینا رو اضافه کن برای به فانال کات با اون پابلیش کردن و حالا چیزایی که قبلا دیدیم با هم. اما چجوری میشه این کار رو انجام داد؟ خیلی راحت، دقیقا مثل همون چیزایی که تا الان با هم دیدیم. به طور مثال شما این کلاود ابرها یا این چکربورد، این کاستیکس، هر کدوم از اینا رو خواستید استفاده بکنید یا دقیقا مثل همون گریدی که دیدید من الان اونجا اضافه کردم. البته خب گرید جنریتور شما با همون جنریتور اضافهش بکنید خیلی راحت تره، ولی حالا اینجا با هم میبینیم که چطوری میشه این کار رو کرد. اینجا شما میایید اندازش رو تعیین میکنید، اگر خواستید میتونید اینها رو پابلیش هم بکنید که بعداً توی فانال کات بهش دسترسی داشته باشید. خواستید اینها رو بزرگتر یا کوچکتر بکنید بنا به اندازه تصویرتون، میتونید بیاید بگید لاین کالر یا این خطوط رو، مثلا لاین ویث رو من میتونم بیام اینجا بگم که بکن 2 پیکسل، الان خیلی بزرگه 10، یا من میتونم بگم تعداد اینها خیلی کمتر باشه. به طور مثال توی طول و توی عرض خیلی ما تعداد بیشتری داشته باشیم یا خیلی فواصل بزرگتری بین اینها داشته باشیم. و حالا الان خب طبیعتاً گرید من خیلی متفاوته. هر کدوم از اینا رو شما خواستید میتونید پابلیش بکنید، عین همون چیزی که باز توی درس‌های دیگه با هم دیدیم، و اینجا دوباره بهش دسترسی داشته باشید. از اینجا دقیقا مثل همون سیستم که قبلا با هم دیدیم بیاید و اضافه بکنید. و میگم حتی اگر شما با موشن خیلی نمیخواید کار بکنید یا خیلی دوست ندارید باش کلنجار برید، همین دیدن این فیلترها، جنریتورها و این رپلیکیتورهایی که اینجا داره و اضافه کردنشون به فانال کات توی خیلی از کارها میتونه خیلی به درد شما بخوره. به جای اینکه شما مثلا برید یه پلاگین از اینترنت دانلود بکنید، نصب بکنید، حالا کار بکنه درست کار نکنه یا هر چیزی، خیلی راحت میتونید بیاید اینجا اینا رو اضافه بکنید و همونطور که دیدید با یه سیو توی فانال کات قابل دسترسی هن و خیلی سریع و راحت میشه اینجا اضافهشون کرد به حالا اون کلیپ و اون چیزی که شما دارید.